شهرداری، اداره ای عریض و طویل یا نهادی که نقش خدمات رسانی را به شهروندان همانند دیگر ادارات بردوش دارد. اما چگونگی خدمات رسانی و موجودیت توازن در ارائه خدمات در این اداره قدری متفاوت است. اسنادی که به تلویزیون چکات رسیده است نشان می دهد که از سال 1398 تا ختم امسال برای ناحیه 11 شهر این اداره تنها یک پروژه را کلید زده است، آن هم به دلیل واریز نشدن بودجه تا کنون کار آن متوقف است. اما در زمانی مشابه آن برای ناحیه ششم 6 پروژه ارائه شده که شماری از این پروژه ها تطبیق و شماری هم در حال کار است. ما به یک نه 11 هم به سال 98 100 متر پلچک گرفتیم. 100 متر پلچک اینو وقتی که قرارداد شده خود شرکت 72 متر خود شرکت قرارداد کرده، 28 متری زده. پول بودجه پول کشیدم اینا 2,500,000 به شرکت داده 9,86,000. فعلا هم پلچک ها دیوالای رخته دو سال میشه. تال چندین حادثه ما داریم که موتر افتاده تکر شده دست پا شکستش. این وکیل گذر تبانی و سوء استفاده مسئولان شهرداری با برخی از وکلای گذر را عامل تطبیق نشدن تنها پروژه منطقه‌اش، آن هم با گذشت 2 سال می‌داند. منطقه‌ای که او وکالت ساکنان محل را به عهده دارد و در قبال ساکنانش پاسخگو. در سوی دیگر شرکت قرارداد کننده نیز دلیل عدم تطبیق کامل پروژه در این ناحیه را عدم واریز بودجه حتی با تکمیل شدن نیمی از پروژه از سوی شهرداری میگوید. سال 98 که مو قرارداد کرده او پس سال 99 که مو آغاز دی کار خسته ده سی شروع کردیم ده 50% کارم کرده بعد له 50% بیا مو توانایی نور دی باقی مانده پروژه مخته نه درلوده سی یو ایسو نخروالی سمو ده درخواست وکی سمو ده یو سا پیسی را که یاول کست له 99 له اول کال تر اوسه پوری تقریبا دا 99 هم تمام سی ماریزه کړی ده تر اوسه پوری پیسې نه دی راکړی. یو وری داسې بانه راته کوله سی بودیجه نه دراغلی. شماری از ساکنان این ناحیه هم که ظاهرا قربانی این بی‌پروایی‌ان از چالش های ناشی از عدم تطبیق پروژه در محل زندگیشان میگویند. تا جا که جا داره ما مردم به تکلیف اون رجوع کارو همه شروعه، همه گی پلچکا بسته میشه، راه تیار میشه. ما مردم ولگ میفهمم که چی دقیقا بیم، یک سال امید بیام آده بکنده می پس بسته نمیکن. همه کانالی که میبینین ایر یک سال یک نیم سال میشه که کندن، حتی که یک 3 کیلو آمد از این جگاه مستقیم آمد همین جگاه که خیلی چقر بود، بسیار چقر، گرفتی پایین بود. افت در این جگاه که ما 4-5 نفر رو بدر کردیم، حتی ما سیکل سوار دو پشته بود، نفر جلی از او بسیار اوگار شده بود که رو به شفاخانه ری کرد. اما اینجا در ناحیه ششم شهر هرات آنچه از صحبت‌ها و اسناد دست داشته وکیل گذر این ناحیه به چشم می‌خورد روایت به گونه دیگری است. در زمانی مشابه در این ناحیه 6 پروژه بزرگ و کوچک به ارزش بیش از 100 میلیون افغانی تطبیق و تعدادی هم در حال کار است. یک پروژه ما 45 میلیون افغانی بود، یک پروژه دیگه ما 25 میلیون افغانیه، یک پروژه ما 34 میلیون افغانیه کانال ما، یک پروژه ما 20 میلیون افغانیه، یک پروژه ما خودتر بود 4,60,000 افغانی بود و یکی هم 1,60,000 افغانی. به 98-99 اینا به نیشش ما تطبیق شده از ریاست محترم شروعه. تطبیق نامتوازن پروژه های شهرداری در یک شهر اما در نواحی گوناگون، آنچه که میتوان نامش را یک بام و دو هوا نامید، اما آیا مسئولان شهرداری میپذیرند؟ تبانی نمیپذیریم در اداره شهرداری به هیچ وجه. وکلای گذر خودشان در قسمت اولویت بندی پروژه سهم داشتند، با اونا مجلس شده، تشکیل و بودجه در خدمت از اون مانده شده، بودجه انکشافی به اونا تشریح شده و اونا پروژه بندی کردند خودشان. اینطور نبوده که ما به یک گذر بیشتر در نظر گرفته باشیم پروژه رو، به گذر دوم دیگه کمتر. در حالی معاون اداره شهرداری از تطبیق یکسان پروژه ها سخن میگوید که این چالش تنها در این دو ناحیه خلاصه نمی شود، بلکه یکی از فعالان مدنی که خود ساکن ناحیه اول شهرداری است از سهل‌انگاری در پروژه های شهرداری که او دلیلش را فساد و تبانی می خواند انتقاد می کند.
ده ها سال از این اداره با همین روال کار کردن، افراد سوء استفادگر آمدن جابجا شدن در این اداره و متاسفانه تمام لایه های کاری شاروالی آمدن پر کردن و این باعث از این میشه که تبعیض قائل بشن در قسمت اجرای پروژه ها، تبانی های قومی صورت بگیره و همچنین فساد اداری صورت بگیره. افزون بر این، شماری از حقوقدانان نیز تطبیق نامتوازن پروژه ها و عدم یکسانسازی خدمات را سیاست یک بام و دو هوا خوانده و آن را فساد می دانند. بودجه وقتی می آید برای یک شهر، مثلا شهر ایراد شما در نظر بگیرید، این بودجه باید به شکل متوازن مصرف به مصرف برسه. اگر پروژه ها گران قیمت است و این بودجه را نمیشه به همه جای، اگر یک سال به یک ناحیه شاروالی کار صورت میگیره، سال بعد باید به ناحیه دیگه صورت بگیره. این تو نباشه که مثلا در یک ناحیه 6 تا پروژه عملا فعال است، در ناحیه دیگه سال هاست که هیچ نوع خدمات نکرده و در جای دیگه پروژه نیمه تمام باقی میمونه و سالها به این شکل متروکه و باقی میمونه. به باور این حقوقدان، ادامه این وضعیت میتواند به درج شکایت در نهادهای عدلی و قضایی بر علیه این اداره نیز منتج شود. هرچند مسئولان شهرداری از تطبیق یکسان پروژه ها در تمامی نواحی سخن میگویند، اما تصاویر و اسنادی که به تلویزیون چکات رسیده روایت دیگری را حکایت میکنند. حکایتی از یک بام و دو هوا که در نبود شهردار به عنوان کلیددار آن، هر دم از این باغ بری می رسد.